اینی که حسین فوت شد من ناراحت پشیمونم. حسین فوت شد اصلا خود منو باورم نمیشه. این حسین فوش نمیداد حسین اتفاقی براش نمیفت. حسین من فوش دارم. فکر کن یه نفر دارن صدای تو رو میشنوه، میخواد داره عرض اندام کنه، میخواد چاقو دستش کنه، یا میخواید راه رو ادامه بده، چه حرفی براش داره؟ منو ببینه حالا پسر خودت. خب بگه ببینه بکنه آینه عبرت خودش دیگه. عقل داشته باشه نمیکنه. ما هم اگه عقل داشته نمیکرد. وای یه لقب داری؟ هیچ لقبی نه. عقاب ایران؟ میگن من که لقب نداشتم که. منو اون اونی که اون نه این که لقب نی که اون که لقب نی لقب اونی که برای خودش بذاره خودش صدا کنه لقبش. من فامیل دارم داستان بودش هم دارم این مردم میزنم. داستان این فیلمی که تو فضای مجازی بود چند تاش خودت بودی چند تا هم نشسته بودی صحبت نمی‌کردی اون که چی بود اینا؟ اون که داستان مجازی که صحبت نمی‌کردم ربطی نداشت چون تعهد داده بودی صحبت نمی‌کنی. آره صحبت نمی‌کنم مشکل نداره. الان من یه جایی برم فیلمی یکی بگیره تو عروسی باشه تو جشنی باشه من که نمی‌تونم من حرف ندارم. من دست خودمه که خودمو نگهدارم. مرغمو بگی همسرت دوز نکن من خودم رو نگردارم. اون اوائل خودم اونی مقصدم که اونی... آره اونا به خاطر این که اینه 5-6 سال پیش بود دیدم آقا من رفتم پلیس فتا این بر اون بر برای من اینستاگرام مثلا من این گوشی ها نهاشتم که گوشیم ساده بود توی مجازی برای من این پیج میج درست میکردم هیچ که مثلا پیگیر نبود که میردن مزامن ناموس مردم میشن تو دایرکت فلان بسار اینا دیگه مجبور شدم من خودم در بودم آقا برای من پیج میج درست نکن. از خودم دفاع منم اونجا هم میگودم آقا برای من درست نکنید چیکار کنم من که رفتم گفتم آقا تو امنیت گفتم آقا برای من این پیجر رو بخواید قانون اینا رو جمع کن دیگه آقا چقدر وعید بردی حرف فکر کنم منم من پیج ندارم این گوشی منه خود ناراحت تیر خورده خوردم دیگه الان یه چهار تا الان هفت تا خوردم هفت تا خوردم الان هفت بار پاتیر خوردم نه بابا خوردم کلن دو دفعه خوردم دو دفعه زیاد زدم یه سوالو پرسم چرا رفتی زندان برگشتی؟ یه جونی متنبع نشدی؟ این کارو نذاشتی کن من گذاشتم که من دعوا نکردم از آن آزاد شدم رفتم مهمون رفیقم نه کلن قبلا چند بار رفتی ببن. دوباره اونه برگشتی؟ اونه که برنشی برنگ من شمشیر بکشه فلان گونه میگه آقا متنبع نشدی من رفتم نشستم پیش رفیقم دعوت هم کرده دیگه رفیقم اونجا اومده به من خوش ناموس داره دیگه چیکار کنم منظورم اینه 82 مثلا رفتی تو مثلا ما بعد شما دیدیم مثلا 90 دوباره اون موقع سنی من نداشتم الان عاقل بالغ شدم یعنی الانم که الانم که خودم گذاشتم کنار شر گردنمو گرفت دیگه خود حسین یاد طولایی بوده که قبلا داشتی کاری که قبلا کردی چرا این آقا شر گردنشو نمیگیره بله دیگه بالاخره آدم گلشش که بد باشه یه ذره زمان میبره تا درست شه میشه میگم ما هم باید زمان بهمون میداد مولد میداد که اینجوری بشه منم نمیخواستم من فقط فکر درمان پام بودم یه توصیه ما بکن یاد هر چی که میخوای بگی من فقط میگم همه به همدیگه احترام بذارن حرمت همدیگه بگن کسی به کسی فحش نده الان کسی بهت فحش بده چیکار میکنه به قول خودت کسی بهت حرف بدی بزنه توهین کنه چیکار میکنه سرتو میندازی پایین رد میشی نشیده میگیری یا اونجا مست بودم نه اونجا الان اونو کاری ندارم الان عقلم سر جاشه الان میفهمم الان میگه آدم یه بار از سراخ یعنی مانش بخوره یه بار ولی یعنی اتفاق افتاد بگیرم دیگه الان چی کار میکنی کسی یکی از اینجا یه حرف بدی بگیرم اینجا نه کلن بیرون داری رد میشی شما با این یادتون نمیدونم من فقط میگم آقا کسی به کسی فرش نده یه کلام ارزشش رو داشت؟ ارزشش نداشت اصلا نداشت که یعنی خونه خدا فقط به خانواده حسین صبر بده خانوادهش داشتش به من رفیق بودن من این خانواده بد نیدونم من اصلا با حسین دشمنی نداشتم نمیخواستم حسین اتفاقی براش بیفته ولی سر یه از کوره در رفتن از کوره دادن چون مست بودیم عقلمون به اون فرمان نداد نه من نه حسین اگه سالم بود فرش نمیداد من اگر مشکل بکنم نمیزدم اصلا بسم الله الرحمن الرحیم خب با توجه به خبری که به ما رسید در رابطه با
وقوع یک مورد قتل بلافاصله همکاران ما تو محل وقوع قتل در تهران در یکی از نقاط تهران حاضر شدن و متاسفانه مشاهده کردن که یک جلسه‌ای که مربوط به یه تعداد از افراد سابقه دار هست، اینها در واقع در این جلسه که به مناسبت آزادسازی یا آزادی یکی از اشرار به نام و مطرح به نام وحید مرادی هست، این در واقع افراد در اون جلسه درگیر شدند و این فرد شرور و امروز شرور قاتل زده یک نفر از این افراد رو کشته، در واقع درگیر. کار ما از این لحظه شروع شد. البته من بگم ایشون ده ها چندین بار دستگیر شده و از سال 88 این آقای وحید مرادی مشغول شرارت است، مشغول خرید و فروش مواد مخدر و تقریبا توی موارد متعدد جرم و جنایت فعالیت داشته و بارها و بارها به زندان افتاده و بعد از اینکه در واقع این حادثه هم رخ داد و فردی به نام گودرزی به قتل میرسه، همکاران ما برای دستگیری ایشون کارشون رو شروع میکنن. ایشون هم با توجه به تجربیات زیادی که در بحث جرم و جنایت و شرارت داشته بلافاصله از تهران خارج و به سمت مرز حرکت میکنه و کار ما از اینجا آغاز شد. همکاران ما بلافاصله با رصدهای اطلاعاتی و کارگاهان متبحر و توانمند پلیس آگاهی ما در واقع تقریبا به نقطه تردد و حضور ایشون وقوف پیدا کردن، در محل حضور پیدا کردن و ایشون با هماهنگی تعدادی از دوستانش که اونها هم اراذل او باشن و دو سه نفر از کسانی که افراد رو به صورت قاچاق به خارج از کشور میبرن، قصد خروج از کشور رو داشت از طریق یکی از مرزهای غربی که در واقع شبانه همکاران من در اون محل حاضر شدن و در یکی از روستاهای کوهستانی که حدوداً 500 متر با نقطه صفر مرز فاصله داشت مخفیگاهشون رو شناسایی کردن و قبل از اینکه در واقع اون نفرهایی که قرار بود این رو انتقال بدن و از مرز خارجش بکنن، به در واقع در دام کاراگاهان پلیس تهران بزرگ گرفتار شد و کمتر از حدود 24 ساعت حدوداً در واقع الان تقریبا میشه بیش از 48 ساعت، ولی اون لحظه گرفتن حدود 24 ساعت در واقع تونستیم در نقطه صفر مرزشون رو دستگیر بکنیم و خودش هم به اصطلاح خودش در صحبتایی که داره میگه من باورم نمیشد این همه توانمندی و تبحر و در واقع سرعت عمل پلیس رو که بیان و در یک نقطه بسیار دور افتاده کوهستانی در یک روستا منو بتونن بگیرن. صادق به جز اینکه خب اینا چند سالتونم؟ 34. سابقه داریم؟ بله. میگه سابقات چی بودن؟ درگیری. همش درگیری بودن؟ همش درگیری. خدا رو شکر نه ناموسی داشتم، نه نه مواد داشتم، نه خفگیری داشتم، نه زورگیری داشتم. الان سر چی دستی شد؟ نه سرقت داشتم. الان رفیقم بود، اون فوش ناموسی به من داد، مست بودیم، من مشروب خوردم، اونم مشروب خورد، خیلی خوردم. فوش ناموسی به من داد، منم درگیر شدیم، اونا زیاد بودن، من تک بودم، بعد دیگه خورد تو دستش خون روزی مروزی کرد، حالا من رفیقم بود، من نمیخواستم اینجور شد. بعد از این کی فهمیدی که حسین کشته شده؟ وقتی داشتم میرفتم سمت تورا بودم، تو اتوبان. چرا پس فرار کردی؟ شما که اصلا میخواستم برم، خب دیگه گفتم یعنی رفیقتو با چاقو زدی؟ اینکه با هم خیلی سنی بودین احتمال نداشت که مثلا نیاد شکایت کنه ب... یه چی کنم؟ گفتم شکایت میکنم، نمیدونم چون هی گفتن بد خورد و وضعیت مالی حسین خوب بود؟ حسین وضعیتش خوب بود، آره مالیش خوب. شما چی؟ من نه، هر چقدر اون داشت من نداشتم.
چند سال هم دیگه رو میشناسیم. خدا براش بساده، ولی خب دیگه نمون براش دیگه، هرچی داشت نمون براش. ما هم رفیق بودیم، حسن بچه بری نبود. مشکل هم با هم نداشت. اومد لایو بگیره، فوش ناموسی داد. داستانمون اینجوری شد. و الان من نمیخواستم، من میخواستم اینجوری بشی نمون. چرا فوش داد؟ از قبل با هم اختلاف نداشتیم؟ نه بابا نمیدونم چی رو فوش داد، نمیدونم. اون مشکلی با هم نداشت. کی آزاد شدی؟ سه ماه میشه. سه ماه. سر چی دستگیر شده بودی؟ برگیری بودم. با کی؟ با یه مشته بدن نخور. ولی چی شد که وارد این دنیای شرارت و خالکوبی؟ جوانی و نادانی. الان حرف اول شرارت تو میزده دیگه. نه بابا، دست بار دست زیاده. ولی همه جای حرف از تو بوده و تو فیلم هایی که اومده کلی طرفدار داری. بخاطر اینکه اگه طرفداری هست، اگه چیزی هست، بخاطر اینکه کار فول نداشتی. کار فول چی میشه؟ مثل یه سری هایی که عشقشو دارم مضاوت ناموس نمیکرد. من دعوا کردم. اگر هم چهار تا دوستم دارم محبت دارم به ما، بخاطر اینکه این کارا رو نکردیم. حالا دست برای دست زیاده. چی شد وارد این دنیا شدی؟ دوستات بودن، محل زندگیت بود، زده بودن دوست داشتی بزرگ بشی انتقام بگیری؟ نه چی شد وارد این دنیای شرارت شدی؟ میگه افتاده بینید دست به چاقو شدی؟ نمیدونم آدم یه بچگی اشتباهی میکنه یه پا اون اشتباه میره جلو دیگه یه رای رو بیری غلطه رای ما هم غلط بود رفتیم جلو دیگه شد. درس هم خوندی؟ تا چند؟ سیرک. چرا ادامه ندادی؟ یه دوست نداشت. درس دوست نداشتی؟ همون بچگی شروع بودی؟ نه اونجوری هم نه، ولی من ورزشکار بودم. دعوا شد میکردم، دعوا میکردم. خواهر برادرم داری؟ برادر که نرم، یه خواهر داشتم فوت شد، آمیش داده شما. خدا بیامرزه تو. خدا رفت رفت. به نظر تک پسر خانواده باید اینجوری میشود؟ نه پدر مادرت راضی بودن؟ پدر مادرم پیر کردن. الان زنده؟ کی ازدواج کردی؟ خیلی سال. چند سال؟ خیلی سال. بچه هم داری؟ پسر؟ یه پسر دارم. چند سالشه؟ چهار سالشه. دوست داری بزرگه چی کار بشه؟ دکترش. چرا خودت نشد؟ راهی که من نرفتم، من نتونستم، من اشتباه کردم. بچه هم راه من نرد. تو عالم بچه ای باشه وقتی نه یاد نمیدادی لاتی بازی؟ نه بابا لاتی میشه چی بابا؟ دنیاش تموم شده لات بازی اینا؟ دنیاش بله، دنیاش موقعی میفهمی که اشتباه کرده باشی بیایی حسرت بخورید. همش که جایی کاشنش خسن رفیق من بود، ای کاش از من را دعوت نمی کرد نمی رفتم. من که نخواستی برم تو خود حسن قد استار کرد بیا میرونستم مشروب خوری نمی رفتم. چنده میشه یک سالی بود مشروب نمی خوردم. یک سال مشروب نمی خورم خدا باید حسن استار کرد. آخرش من اگه فوش نمی داد بازم دعوا نمی شد. به خوبی خوشی می رفتیم، همه چی به خوبی خوشی تمام می شد. برگردیم به همون روز درگیریت با حسن، اگر فوش بوده باز با چاقو می زنیش؟ منم مست بودم، اونم مست بود دیگه. اون اشتباه کرد، اشتباه منم این بود که اینجوری کردم. یه پرونده قتل هم داری؟ نه، اون رضایت دادن اومدی بیرون یا نه؟ اون مشکل